سلام بچه، امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه. من چند وقت پیش توی استوریا براتون عکس از غذام گذاشتم که شاهی پنیر بوده، غذای هندی بود و یه سری گفتن اگه میشه به ما اینو آموزش بده. برای همین الان که خواستم درست کنم گفتم براتون ویدیو هم بگیرم که خودتون هم بتونید درست بکنید. خیلی ساده است. دو تا پیاز متوسط داریم اینجا که حالا خیلی هم خوردش نکردم، همونطور که میبینید. سه تا گوجه متوسطه که به این اندازه خورد کردم. یه دونه فلفل لولمه‌ای داریم اینجا. یکم جعفری که اگه شما تازه‌شو دارین تازه‌شو استفاده کنید، من نداشتم. اینجا یه مقدار بادوم هندی داریم، کمتر باشه بهتره چون غذا کلا چرب میشه و برای سلامتی خیلی ضرر داره. بعد دیگه اینجا پنیر خامه‌ای دارم و خامه دارم. حالا شما یکیشم استفاده کنید خوبه، من از هر کدوم یه کوچولو میذارم ولی هر دو نیاز نیست. اینم در واقع کره یا روغن خوبه. توی هند به روغن خوب میگن گی، در واقع اینه که ما از این استفاده میکنیم و شما میتونید یا کره بذارین یا روغن خوب بذارید یا اصلا روغن خالی بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. و در آخرم پنیره، ما از در واقع از این پنیر استفاده میکنیم و این تو ایران هم پیدا میشه. من اینو ایران که بودم تحت عنوان پنیر کاله خریدم که میشه باش آشپزی بکنی، غذا بپزی، حتی باش کباب درست کنی. بیام سراغ ادویه‌مون. هل داریم، دارچین داریم، این همون زنجبیل کوچولو، زردچوبه داریم، بعد پودر پاپریکا پاودر، بعد دیگه پودر گیشنیس داریم و اینم گرم ماسالای که حالا تو ایران هم نیست ولی خب مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا هم زیاد مهم نیست. و اینم نمک، همین. حالا میخوام با اینا بریم غذا درست بکنیم. خب دوستان، تو مرحله اول یه مقدار روغن میریزیم توی مایتابه یا قابلمه و بعد هل، دو تا دونه از هلا و دارچینا و زنجبیل رو که خورد کردیم میریزیم و با هم تفت میدیم. وقتی که تفتش دادیم و اوکی شد میایم پیاز رو اضافه میکنیم. خب دوستان، توی این مرحله چقدر صدا میده. من پیاز رو اول یه مقدار سرخ کردم، بعد بادوم هندی و فلفل لرمه یه گوجه بهش اضافه کردم و همینجوری تفتیش میدم تا یکم با هم سرخ بشن. وقتی که یکم با هم تفتشون دادم یه مقدار آب میریزم، درشم میذارم که اینا با هم یه خورده بپزن. خب بچه، این تقریبا داره آماده میشه و من بهش زردچوبه رو اضافه کردم و پودر گشنیز اضافه کردم و همین گرم ماسالا هم اضافه کردم که گفتم اگه ندارین هم مشکل نداره. میریم برای مرحله بعد. توی مرحله میایم ماده‌ای که آماده کردیم رو می‌ریزیم توی حالا یه ظرفی و بعد با بلندر بلندش می‌کنیم، کامل میکسش می‌کنیم. بریم که میکس کنیم و وقتی که میکسش بکنید شبیه این میشه. ببینید خب تو مرحله بعد میام یه مقدار روغن خوب یا کله یا هم روغن معمولی فرقی نمیکنه توی ظرف دیگه میریزیم. بعد اون دوتا هلی که مونده بود رو به اضافه پودر فلفل قرمز اضافه میکنیم که پودر فلفل قرمز کمک میکنه به رنگ غذا. به اضافه یه مقداری نمک و بعد یکم هم جعفری خشک میریزیم. حالا اگه شما جعفری تازه دارین خوبه بریزیم. میذاریم یه مقدار تفت بخوره و بعد اون مایه رو بهش اضافه میکنیم، مایه که در واقع میکسش کردیم. حالا به مایه‌مون یکم خامه اضافه کردم و اینم یه مقدار پنیر خامه ایه و چون یه مقدار در واقع نیاز دارم این یکم رقیق تر باشم بهتر هست، یه کوچولو هم شیر بهش اضافه میکنم. وقتی شروع به حباب دادن کرد دیگه وقتشه که پنیر رو اضافه کنیم. اینم پنیری که من خورد کردم، گفتم میتونید تهیه بکنید از پنیر کاره و اینو میذارم بیا 3-4 دقیقه دیگه با پنیر بپزه و بعدم تموم. بچه ها، همونطور که میبینید غذامون آماده شد. من یه مقداری فقط آخرش برای تزیین جعفری خشک ریختم و یه کوچولو در واقع خامه. بعد یه نکته که اینجا هست، اگر در واقع پنیر هم نمیخواید اضافه کنید هیچ مشکلی نداره، شما میتونید همین حالت آماده بکنید، در آخر به جای پنیر مثلا سینی مرغ بپزین اضافه بکنید یا گوشت بپزین اضافه بکنید و خیلی هم خوشمزه میشه. یعنی شما رستوران هندی هم میری این آپشن رو دارن که مثلا شما مرغ سفارش میدی، مایه همینه، یعنی ساختار همینه، فقط به جای پنیر مرغ هست و خیلی هم خوشمزه میشه.
در صورت امیدوارم که لذت برده باشین. خدافظ.